شکنم پشت سپایی، پشت سپایی خواهی. مثل همین الان شما خیلیاتون نمیدونی که اکثر خوراک فکری شما از عربستان سعودی میاد، ولی اون پسر عمت پسر خالت اینا رو میفرسته، اون پسر عمت پسر خالت زیر پوشش امنیتی یک نفره، از یکی از این اپوزیسیونای قلابی، یکی از این ارگانهای خود رژیم، چون اینا تو ایران خیلی قوی هستن. حالا اینها عربستان سعودی که میخواست این پروژه رو عملی کنه، پول که از خارج نمیتونست به حساب، تو خارج که تو هستی خب پول بهت میدن، نمیفهمم که از کجا آمده. ولی تو خود داخل ایران هم همینطور شد که محمد رضا شاه رو کاری کردن، همون نزدیکانش که با استعمار ساخت و ساز داشتن، که بعد در ساختن نظام بعدی هم اونا نقش داشتن، ما افراد چند تاشون هم زندن الان. اینا کاری کردن که شاه بیاد بگه من صدای انقلاب شما رو حتی شنیدم، که بعد تا آخر عمرش میگفت که این بزرگترین اشتباه من بود، که حتی نذاشتن بخونه قبلش، اینقدر دست بچش کردن اطرافیان. حالا خودش قصه ای داره، خودش قصه ای داره. در داخل ایران آدم ها رو چجوری خریدن؟ مثل همین الان که دارن میخرن، همین الان دارن میخرن تو داخل ایران از پول حج. حج در سال میلیاردها دلار هزینه شه، و تو مثلا توی خود ایران اگه $1,000 میدی برای که بری حج، از این $1,000 700 تاش میره تو جیب عربستان سعودی، 300 تاش مال کمپانی خارج داخلی و غیره است. خب از 700 دلار نفری $100 $200 شد عربستان سعودی تو خود ایران خرج بکنه، کی میفهمیش که نمیفهمه. همچنان که وقتی حسین ارشاد رو ساخت ساواک نفهمید، آقای پرویز ثابتی تو کتابش نوشته که ما مونده بودیم که اینا چند میلیون دلار از کجا آوردن حسین ارشاد ساختن، از پول حج، به عنوان حج که رفتن اون آژانس های اونا میاد به عنوان حاجی بازاری. مهدیه کافی رو تو جنوب ساختن، این صد بار گفتم، هر روز میگم تکرار میکنم تا شعورا بره بالا. بالا و پایین شهر مذهبی کردن، انقلاب را انداختن. حوزه های علمی هم، حوزه های علمیه شیعه تماما، میدونید که حوزه علمی اینم یادتون نره عزیزان من، بارها گفتم بازم میگم، شما وظیفتونه که اینا هر روز بگید. محمد پیامبر اسلام یونیفرمی نداشت، لباس ویژه‌ای نداشت. لباس محمد میگن این لباس محمد پوشیده، نه محمد لباس ویژه‌ای نداشت. چند صد سال بعد از محمد در زمان عباسیان، هارون الرشید خلیفه است. هارون الرشید یه قاضی القضات داره به نام ابو یوسف، من 40 سال پیش تو کتابام نوشتم، منم دوباره بهتون میگم، ده بارم گفتم یاد بگیرید. ابو یوسف میاد میگه آقا برای که فرقی باشه بین علما و عوام و ناس، تو خیابون میرن فلان، احترام عزت علما رو داشته باشن، ما یه لباس مخصوص میذاریم برای این لباس، هم این لباده و اینا رو وز میکنه، و همین دستاری که تو صحرا اینا میپوشیدن، تو صحرای دستار رو میپوشیدن، ولی ما لباس عربیست، لباس عربی رو مد میکنه تو جامعه ایران که همه لباس ایرانی میپوشن، برای که علما عرب گونه باشن لباسشون عربی، لباس پیغمبر نیست، لباس عرب هست. ابو یوسف، بعد از ابو یوسف ما میایم جریان امام زمان، اینا از کمی دروغ و رفته اونا یا کاری نداریم، میسیم زمان صفویه. زمان صفویه شیعه رو میسازه، روایت و حدیث جعل میکنه، با هارول انوار رو مینویسن، هزاران هزار روایت و حدیث و اینا در میارن، یه دکون رو میکنن. بعد اونجا تازه به آخونده که اینا رو رهبری میکنه، سرپرستی میکنه، مجلسی ها برادرایی هستن، به اینا نمیگن که واجهی که الان میگن ملا محمد باقر مجلسی، ملا سیارو میگن، این چرف دیگه نمیزنن. و تا میرسه به زمان قاجاریه، قاجار زمان قاجار که زیاد هم دور نیست، بعدش رضا شاه میاد، به آخونده میگن حاجی، حاجی فلانی، حاجی فلانی، حاج میرزا رضای شیرازی، میرزای فلان، میرزا حاجی و میرزا، تموم شده. انقلاب مشروطه که انگلیس ها در ایران میسازن، که میخوان یه حالت مدرنیته بدن به جامعه و استعمار رو بهتر نگه دارن و بیشتر، در اونجا اینها میان پنج تا آخوندی رو که من در کتاب دینداری و خردگرایی اینو نوشتم 30 خورده سال، الان در کتاب من با خدا رقصیدم، الان کتاب من با خدا رقصیدم که بخونید، حدود 10 تا از کتاب مجموع کتابای کوچیک من قدیم رو توش دارید یک جا. اونجا نوشتم که این پنج تا آخوند رو روزنامه‌های انگلیسی که توی ایران هستن میان شروع کردن لقب آیت الله میدن بهشون،
برای اولین بار لقب آیت الله رو بینا میدن، بعد سقط الاسلام حجت الاسلام این رده ها رو اونجا میسازن انگلیس ها و میدن به اینها. پس این روحانیت هم کلان ساخت و پرداخت استعمار. حالا باید به این روحانیت پول بده، حوزه است باید بسازه، حوزه های ایران و عراق، حوزه های ایران میسازه، ولی پول کی میده؟ یه فاحشه خونه داره، یه خانم شیعه است در هند در کشمیر، یه فاحشه خونه داره بیگم خانم. این خانمی که فاحشه خونه داره یعنی رقاصی و مشروب خوری و کاباره، ولی خانه است دیگه، خونه اون موقعی که میز صندلی اینا چون خونه است یعنی فاحشه خونه داره. این رو میان میگن که وقف کرده ثروتشو که وقتی مرد بدن به تبلیغ تشیع بشه. این پول بیگم خانمی که یک کاباردار سرمایه‌دار بزرگ فاحشه خونه داری بوده اشراط کرده داشته توی هند، هند هم تحت استعمار انگلیس بوده، اینا میان این فاحشه خونه که زن میمیره پولا رو حوزه‌های علمی ایران میسازن و آخوند پرورش میده. برای اینکه میگن خیلی از این وقتی میمرده یارو میدن خطر نیست، چون خود انگلیسی رفته فارسی یاد میگرفته و میاد بالا مثلا این مصباح یزدی علی که گفته قبلا بده. حتی پدر آقای خمینی، پدر خمینی از انگلیسی بوده، برای همین که چشاش رنگی و فلان، که این پول همین پول اینا رو برمی داشته از هند سوار شطور میکرده میبره میبرده به قم و عراق، اون موقع عراق بیشتر بوده و به غزل میبوده، یعنی پیک بوده، پیام رسان بوده، پول رو میبرده. در مقطعی به شهر خمینی که میرسه پدر بزرگ و اینا از سیکای هند هم بودن، به خاطر همین هم هست که خمینی میاد آرم سیکای هند رو میگه آرم جمهوری اسلامی ایران، ای آرم لا اله الا الله مزخرفات نیست. ما قبلا گفتیم حتی یه آیت الله هم ایران مصباح من فرستادم هندوستان، رفت تحقیق کرد باش مسابقه کردیم، مسابقه شما چند صد هزار نفر دیدین که رفت و آمد و گفت که این من رفتم تحقیق کردم اجداد خمینی انگلیسی بودن و کارش همی بوده. بعد یکی از این سفرها که داره پولو میبره به اونجا تو شهر خمینی عاشق دختر کت خدای خمینی میشه، عاشق دختر کت خدای خمینی میشه، پولا رو با اون نگه میداره اونجا حالش میکنه. وقتی حالش میکنه زمان رضا شاه که میشه انگلیس میگه آقای پول ما رو دزدیده، این تا تعقیب بده ما تعویضش بدی. رضا شاه وقتی شاه میشه پادشاه دیگه، این میگه میخواد بره بگیرش که جریان پولولا رو حل کنه و کشته میشه رو. بعد از همونجاست که خمینی کینه میگیره، پدرش دزدی کرده انگلیس، پول انگلیس و اینجوری قضیه ایران. این پس روحانیت هم کلا اینجوری درست شده. و بعد از همونجا که بیگم خانم هم و با جد آقای خمینی دکونش بسته میشه، حالا کی باید حوزه هر پولش بده؟ عربستان سعودی از صندوق اعراب میدن. اعراب هم که دیگه دارای نفت شدن و پول نفتشان خوبه و فلان اینا رو میگن. انگلیس میگه آقا حتی تو خود ایران آقای محمد همایون که حسین ارشاد رو ساخت یکی ماشینالات اینا وارد میکرد از انگلیس، خب بخاطر یکی تکسی که بخواد بده فلان بده میگن آقا تو ایران خرجش کن، بعد برای حج میخوای پول بدی تو ایران خرجش کن. عربستان سعودی این طوری بود که تمام حوزه‌های علمیه ایران که ساخت انگلیسه بودجهش عربستان سعودی داده و میده تا الان. یعنی شما هر آفت الله، آیت الله، مزخرف قرازی که تو قم، مشهد هر جا میبینید که حوزه علمی داره و حقوق میده به کار به اون طلبایی که میان پیشش، این حقوق پول رو عربستان سعودی میده. برای همینه که الان اینها زور میزنن که راه حج دوباره وا بشه، اینا میتونن حاجی ببرن اونجا، چون میلیاردها تومان در سال پولی که تو خود ایران رد بدل میشه و اینا. بر همین اساس هم هست که الان اینها در رابطه با جانشینی کسی که میخوان بزن برای خمینی، قبلا ما حساب کتاباشون شده، یارو میگن مرجع شده، آیت الله شده، آیت الله العظمى شده، یعنی چی؟ یعنی داره درس میده. میدونید که رسم اینه، یعنی بهتون بگم اینو میدونید، درس اینه که آخوندی که درس میده رسم اینه، آخوندی که درس میده با شاگرداش کنجا نشستن دانشجویان دیگه، درس داره میده دانشجویان، با اونا حقوق بده. من بچه بودم میدیدم زمان محمد رضا شاه حتی ای آخونده هر کدومش